پدرم برایم از آن روزها زیاد گفته بود، روزهایی که همه جا صحبت از امام بود. پیر و جوان انتظار آمدنش را میکشیدند. از خیابانهایی میگفت که با خون عزیزترین جوانان این سرزمین سنگ فرش شد. از صدای گلوله ها، از تنین الله اکبر ها، از دلهوره ها و از استراب ها، از خانه بیرون آمدن و دیگر برنگشتن ها. از زیباترین روز زندگی خود، از جمعیت عظیمی که به استقبالش آمده بودند. می گفت از شیرخواره تا پیرمرد و پیرزن همه بودند. همه جا بوی اسپند و عطر صلوات می آمد. تا حالا تهران این همه عاشق را یک جا ندیده بود و او آمد. مانند پدری که بعد از مدت‌ها به خانه برمیگردد و یک ملت پدرش را در آغوش کشید. از روزهایی میگفت که شرق و غرب با هم متحد شدند، از همان روزهایی که از زمین و زمان گلوله میبارید، از حمله‌های هوایی، آژیرهای ممتد، از روزهای سخت دفاع. میگفت وقتی امام حکم جهاد داد در خیابان‌ها ولوله‌ای به پا شده بود. از زن‌ها و پیرمردها میگفت، حتی آنها که سنشان نمی رسید، از شناسنامه های دستکاری شده، و همیشه با آه و حسرت می گفت عده‌ای وطن فروش هم بودند که با صدام عکس یادگاری می گرفتند و گرای هدفهایش را مو به مو به او می دادند تا خانه ها را بر سر مردم خراب کند. به اینجا که می رسید همیشه می گفت بی غیرت ها. پدرم برایم از جنگ میگفت، از کربلای چهار و چشمان معصوم غواصها، از شلمچه، از چذابه، از سراحی شهادت، از حاج همت، از حاج حسین خرازی. برایم از کسانی میگفت که هر کدام روزی چراغ خانه‌ای بودند اما ستاره راه ملت شدند. از کودکانی که هیچ وقت پدرانشان را ندیدند، از مادرانی که چشمانشان به در خشک شد و از دست لرزان پدرانی که عصاب دست هر شب جمعه خود را به بهشت زهرا می رساندند. و من همیشه با خود می گفتم این همه داغ به چه قیمت؟ و وقتی آرامش و امنیت را در چشمان مردمم می دیدم جواب خود را می گرفتم. از اینجای داستان را خودم یادم هست، تلخ ترین روز زندگی پدر، روزی که یک ملت لباس مشکی بر تن کرد، روزی که یک امت یتیم شد. دوباره همه آمده بودند، حتی زنها و پیرمردها. راستی تا حالا تهران این همه عاشق را یک جا دیده بود؟ امام رفت، اما در این سالها من هیچ وقت سایه یتیمی را بر سر خود حس نکردم. روزی که به شهر ما آمدی قشنگ ترین روز زندگیم بود و باز هم یک شهر پدر خود را در آغوش کشید. سالها گذشت، بار دیگر شرق و غرب با هم متحد شدند تا این بار از طریق تحریم ها ما را به زانو درآورند. و تو با همان آرامش روح اللهیت می گفتی تا وقتی خدا با ماست از هیچ ابرقدرتی کاری بر نمی آید. عده‌ای هم بودند که به شیطان نامه نوشتند تا تحریم ها را بیشتر کنند، بیشتر و بیشتر. آنجا بود که یاد حرف پدرم افتادم، بی غیرت ها. یادم نمی رود همین بی غیرت ها بودند که عکس امام عزیزتر از جانمان را پاره کردند. همین ها بودند که حتی حرمت خانه خدا را نگه نداشتند. همین ها بودند که حتی به عزای سالار شهیدان هم دهن کجی کردند. و تلخ ترین روز زندگی من روزی بود که بغض تو شکست. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. کاش زمین دهان باز می کرد و ما را در خود فرو می برد. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. و چند ماه بعد باز هم همه آمده بودند، دوباره بوی اسپند و عطر صلوات. همه بودند، از شیرخواره تا پیرمرد و پیرزن. راستی تا حالا تهران این همه عاشق را یک جا دیده بود؟
جای پدرم خالی. و حالا سالها می گذرد و دوباره عده‌ای وطن فروش دوباره دست به قلم بردند و دوباره نوشتند تا تحریم ها را بیشتر کنند، بیشتر و بیشتر. و ما مثل همیشه به وعده هایت ایمان داریم. من به شما عرض میکنم انما یا ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیاندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبههای مختلف و از جهتهای مختلف به کار میبرن و حملاتی که میکنن که بعضی خیال میکنن ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.